امروز ما سپاس به همه دوستان عزیزی که محبت کردن و خواست هم در ما رو پذیرفتن و در جلسه ادب و فرهنگ آخر ماه شرکت کردن. همچنین باید سپاس از آقای مسکوب که محبت کردن و مهمان این برنامه هستن. من در اجازه آقای مسکوب یکی دو نکته رو خواستم خدمتتون بگم. گرچه آقای مسکوب به من تذکر دادن که ولی با همه ما هم میگم به اون که من توی این مدت کوتاه رو دو تا سفر رفتم و واقعیتش اینه که دیدم که جامعه ایرانیان فرانسه و به ویژه مقیم پاریس با همه دشواری هایی که به نسبت کشورهای دیگه ما اینجا داریم کوشش های فرهنگی اجتماعی که دارن قابل توجه هستش، اگر از بسیار از کشورها بیشتر نباشه کمتر نیست. و اینجا گفتم امکانات ما نسبت به جای دیگه بسیار کمه و این مایه خوشبختی هستش. به ویژه اون چیزی که باز برای من جالب بودش تو سفری که داشتم انگلستان، اونجا یه مقدار دوستان اهل ادب و فرهنگ رو دیدن، این که رابطه ای که ما به اینکه خیلی کمه رابطه هم داریم، همیشه برای خود من مسئله بوده با جامعه فرانسه، باز هم در رابطه ای که اینجا ما داریم به نسبت بعضی از کشورهای دیگه به ویژه تو زمینه ادبیات معاصر و اینا میتونم بگم قابل توجه هستش. یعنی این تعداد کتاب هایی که از ادبیات معاصر ما توی زمینه های فرهنگ، توی زمینه های مسائل اجتماعی توی این چند ساله توی فرانسه منتشر شده شاید توی هیچ کشور دیگه یه حداقل اروپا نباشه. و من میخواستم از فرصت استفاده کنم، سه تا کتابی که اخیراً منتشر شده از دوستان خوب نویسندن که از همکارا و همراه های من توی این برنامه ها بودن معرفی کنم بهتون. کتاب دوستمون رضا عاصمی که ترجمه همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها هستش که به اصلی فبوس پر اومده، و کتاب دوستمون رضا دانشور خسرو خوبان که به وسیله انتشارات دستخیل و پدنسول در اومده، و کتاب دوستمون سرور کسمایی که به وسیله اکتوسیب در اومده. و نکته که میخواستم اضافه کنم این که با مسئولیت سرور کسمایی اکتوسیب یک سری به اصطلاح کتاب رو به نام هوریزون پرسون درست کرده که بعدش هم یک کتاب از یک نویسنده افغانی که در ایران الان بسیار مطرح شده در خواهد آمد و یک کتاب هم از دوست خوبمون گلی ترقی. این توی زمینه یک مقدار این کوشش های فرهنگی که در حال است. اما در این حال من میخواستم یک اداره کوچکی بکنم و یک توجهی بدم، چون یک سری کوشش های فرهنگی میشه که ما باید بهش یک مقدار توجه بکنیم. یه سری مجلاتی در میادش از جای دیگه برای من میفرستن و دوستان اینجا مجلات خوبی هم هستش کمتر توجه میکنم بهش، من جمله مجله آفتاب هستش که در نروژ در میادش و یکی از مجلات خوب خارج از کشور ما. در جمعه که گفتم این تعداد کمی که برای من میفرستن اگر همیشه بخواد اینجا بمونه یه مقدار این مورد دلسردی دوستان میشه که به این کار دشوار میپردازن. همه ما میدونیم که واقعا کار دشواریه. دیگه مجله یه از دوست خودمون جواب دادستان جوان شمال خود فرانسه هستش که امیدوارم که توجه بیشتری بهش بشه. و همچنین مجله هستش که دوست نویسنده شهریار مندنی‌پور از ایران ایران میفرسته. در سفری که به اینجا داشتش اومد دید خب به خصوص توی تئاتر اردن 400-500 از ایرانی‌ها اومده بودن اینجا هم اومدش ولی مقدار برنامه ها رو دید، ولی این مجلش که میفرسته تقریبا دهتایی که میفرسته دهتش میمونه و من هیچ رو نمیشه که بگم که دیگه نفرست، چون این نیسته یکیش برای خاوران نقطش برای فروش و بعدش ما باید در تنظیم جوابش رو بدم شما شرکت کنیم توی این جواب بدم. آره من پوزش میخوام خواهش میکنم تو بشین که خوبت بنده من باشه. هر صورت من قبل از اینکه در حضور دوستان عزیزمون داره به اصل مطلب بشم میخوام باید به فرق مطلب بشم.
با این از اینکه همیشه در خود دیدم که چطور من سالهاست که ایرانامه رو میشرسیم برای خاوران و پنج کم بیشتر میشرسیم در همیشه خیلی که فروش بریم یه دونه فروش رفته مثلا یا دو تا فروش رفته حالا این مانه قوت قلب شد مانه دنگرمی شد مانه میشه که همه به تنمیدش که مجده ما رو جا هستن من فکر برن چون مجده ما سیاسی نیست و صرفا فرهنگیه کسی به ایک محل نمیذاره حالا معلوم شد که هیچ کس به این چیز محل نمیذاره به هر حال من نظر خاطرم جمع شد اما بریم به سراغ مطلب دیگه و این استش که همونطور که خبر دارید این مشکل عجیب یعنی که میزنم شما رو نمیتونم ببینم وقتی برمیزنم نوشته رو نمیتونم ببینم همونطور که خبر دارید تا برنامه قبلی معمولاً یک معرف بود که کار بخونده بود معرفی میکرد و اون کسیم که چیزی نوشته بود خیلی شاید بود میشست برای دور دوم جلسه درس رو گفته بود این اولین باری که این ترتیب کار عوض شده بعدم آقای امینی به من تلفن کرد اسم کوچه که نمیگم چون بام دوتا رسی در نرسر منشه کاری مشکل بود بله به من تلفن زد به اون تحصیل به هم خورده دیگه نیست و باید خودت صحبت بکنید منم که با این تنبلی عجیبی که برای چیز نوشتم و بدتر از اون برای سخنرانی دارم تنها چیزی که به نظرم رسید اینه که توی مقدمه همین کتابی که باعث درد سر شما شده اینجا هستی یادآوری شده که یک سلسله یادداشت هایی بوده که اینا منتشر نشده به دلایل مختلف من سال 1342-43 گفتم خب یکی دو تا هزینه رو میخونم و به این ترتیب به قول قدیمی ها فصلبا میکنم تا باید کم کم سر گفتگو بار بشه دیگه به مناسبت یک جلسه من یک بار شرکت کردم در انجمن قلم تهران در سال 1343 یه یادداشت که برداشته شده از شد که یک جلسه بود از پنکلاب من در شرکت کردم مسئله شعر ادبیات مطرح شد فکر کردم خب بی مناسبت نیست اینجا میشه خون و در خواب مرادم یک ماه بعدش یک ماه این بعدش یه گفتگوی من داشتم در منزل هوشنگ ابطال ساله با سیاوش کسرایی و با کوشآبادی و یکی دیگه از دوستان اونم در همین زمینه بود فکر کردم مجموعه این دوتا رو البته سرترش رو زدم شاید بیشتر از 20 دقیقه نشه و امیدوارم که نشه در حال یک بازگشتی هست به یک معنا به گذشته که شبیه اون جلسات امیدوارم الان دیگه کمتر اتفاق بیافته هر دوتاشون بمونم از صورت که اولی من 24/1/1343 است دیروز عصر با تومان رفتیم به سخنرانی انجمن قلم پنکلاب مدتی بود که کارت انجمن میرسید ولی من حوصله شنیدن حرفها رو مفت و خیلی جدی را نداشتم من میرفتم این بار رحمینا منظور مرحوم زمادین خان رحمینا است که احتمالا میشناسید الان به رحمت ایزدی پیوستن سال هاست این بار رحمینا زیر کارت نوشته بود مدتی است از دیدارتم محرومم و میرم روسی پیش آمد و برای رسم تکلیف رفتم هنوز سخنرانی شروع نشده بود که رهنما داشت گزارش انجمن لهستان را به من نشان میداد یه به من گفت بعد مصر حواس من اینجا هست و میگفت واقعا در لهستان البته کارها جالب توجهی کردن پیرمردی کهن استخوانی و درویز نزدیک رهنما بود و صورتش مثل پوست جوجه های تازه چروکیده و نازک و ماهندار بود و تهرنگی مهتابی داشت به رهنما بود بله رهنما گزارش انجمن قلم است در لهستان گوش پیرمرد کمی سنگین بود گفت در لهستان چه شده؟ رهنما دوباره توضیح داد و گفت کارها بسیار جالبی کردند و این گزارش هم کارهاست پیرمرد به لحن کمابیش خشمگین و آمرانه گفت خب آقا شما هم بکنید ولی آقا بکنید
علی اصغرخان ایفتران اون طرفتر در ردیف جلو نشسته بود، با بینی دراز و کلفتی که روی صورتش خوابیده بود و لبهای پهن و فرو افتاده و صورتی اخمو، قیافه کسر روش کندر چیز بدگوی دم دمارشون گرفتم. به تومان گفتم دکه پوز استاد اجر رو ببین، انگار همه چی بو میدهد. اندکنده گلوبی از فضلا و شعرها آمدند، آقای برزی، دکتر ناظرزاده کرمانی، احمد سهیلی و جمعی دیگر از همین قماش، شاعران قافیه ساز و باستانشناسان ادبی 30 نفری جمع شدند. ساعت 6 اکتم سخنرانی شروع شد. سخنران دکتر فیاض مصحح تاریخ بیهقی و رئیس سابق دانشکده ادبیات مشهد بود و موضوع شعر امروز خراسان. برای ساعت 5 دعوت ما کرده بودند ولی در مجمع فضلا و زیوار در رفته، الحمدلله ما ها زیوار در رفته نیستیم، و علمای علم قافیه و عروض 3 ساعت به تأخیر افتاد. خب به سر و تر به چیزی گرفته نمیشود. دکتر فیاض مقدمه خوبی اولیه شعر قرن 13 و خراسان تا ملک و شعر بهار بیان کرد، ولی بعدش دیگر چندان شنیدن نداشت، چون در خراسان امروز خبری نیست. از جمع قافیه ساز نام برد که یکی متخصص فن قصیده بود و یکی غزل و تا آخر. شعر محمود فراخ را خیلی ستود و گفت قصیده پرداز توانایی است. چند نفری از فاضل نماران خراسان و صحبا تایید کردن صحیح است و احسن گفتن. فیاض در بیان توانایی فراخ گفت چند سال پیش انجمن ادبی مشهد که 30 سالی تشکیل شده برای تبازمایی فتح دهلی را به مسابقه گذاشت. فرخ مردی که نره ازم دیده، البته صحبت بس فیازه، فرخ مردی که نره ازم دیده و نه سپاهی، قصیده ساخته که در سفینه فرخ نید به چاپ رسیده و الحق به پای قصاره به استادان چون انصاری و معزی میرسد. خیلی توانایی میخواهد که مردی در اتاق کارش بنشیند و منظره چنان جنگی را در خاطر مصور کند و در دیاز کاغذ بیاورد. یکی دو نفر گفتند البته احسن. اما در غزل بیشتر شاعران امروز خراسان متمایل به سبک هندی هستند، ولی خودشان این نام را نمیپسندند و بیشتر مایلند که نام صفوی نو با آن بگذارند. سپس در تأیید نظر خود غزلی خوان که غزل نبود، قطعی بود در تشویق به حسن عمل و روی گرداندن از اعمال زشت. این است حال و روز شعر امروز خراسان، فنی است که مانند خاتمکاری و منبتکاری جان به جان آفرین تسلیم کرده. حالا از این تیکه بگذاریم. بعد از ختم سخنرانی حکمت پاشا بود و از سخنران تمجید و سپاسگزاری کرد و افزود که متاسفانه آقای دکتر درباره تحول قطعه و رباعی در خراسان امروز چیزی نگفتند و بعد نتیجه گرفت که اون رو ما به بیرونه میگذارد و چه بهتر که چنین مجمعی از اهل فضل وجود دارد که میتونم گاهگاه از افاضات فاضلانه این فاضلها خوشه چید و در این دنیای مادیات چیزی شریفتر از این نیست. و آخر کار پیشنهاد کرد که آقایان شعرا اگر اشعار تازهی دارن حاضرین را بهره‌مند کنن. آقای صحبا پس از نیاز کرشمه فراوان و تعارفات بسیار آمد و قطعه در باره خراسان خواند. مضمون قطعه این بود که خراسان را به جان دوست دارم، از خاک در خیشش در هیچ جای دیگر نظیر ندارد و مانند شاعران و سردارانش را هیچ جای دیگری نپرورده است. پس خراسان را به جان دوست دارم. آقای امینی هم مشدی هم البته. ولی پس از ختم شعر به حکمت توضیح داد. حکمت شیرازی بود دیگه، این تعریف خراسانی هم کرد. پس از ختم شعر به حکمت توضیح داد که اینها رو منبان به تعالی فرض کردن. سعدی و حافظ شیرازی تاریمانه نیست.
حکمت هم دارش نشده حکمت هم با بعد اخمی تر امکار گوش کرد در ورزی آمد ولی دوریتی که بل بداهه در بچه سعداس رونده بود خان و خندیدی پس از رو فرات مصیبت زده شما فرات البته نمیشنسون بلی نسل من دیده بود فرات پس از اون فرات مصیبت زده آمد و لباسی مندرس و صدای گرد گرفته که دشمار و نهانگر از گلو برون می آمد غزلی با ردیف آفتاب در وصف روی یا خاند و حکمت رد کلک مرتب دو احسند به به و گل از گل پژمرده و گرسنه شاعر بدبخت شکفته می شد فکر کردم این فریب باید کارمند دونپایه و بازنشسته مثلا وزارت فرهنگ باشد که روزی وزیر معارفی دانشپرور را ادیب چون فلان الملک که قرارالدو و علی اصغر خان حکمت و یا دیگری دست او را بند کردن تا مایی 2300 تومانی بگیرن نه مثلا شرعیات یا مشق خط یا معانی بیان دست بدن به اون هم پذیرفته و از شادی در پوست نمیگیزه حالا کوتاه میکنم برای اینکه چیزی که در من فهمیدم از این شرایط جالبتر بود و اون اونه که این تیکر هم بخونم وقتی آقای فراد شعرش را میخوان از سر و گردنی که افراشته بود خوب برمیامد که تمام زندگی علکی و بیاسرش را بریش گرفته و خود را چون چند میداند که سالها سوخته و نور افشنده و از بی‌نصیبی او دیگران نصیبها را بودند پس از فراد یکی دو نفر دیگر آمدند با چیزهایی خواندند و مجده سامان شد حالا شش روز بعد سی‌یکم فروردین راستی دیروز تکمله اونه راستی دیروز از اعتماد زده شنیدم که این شاعر علیه رحمه یعنی آقای فرهاد هم ردیف افسر و کارمند وزارت جنگ است به این ترتیب این شاعر مثل خیلی از برابر بزرگ دو شخصیت متضاد دارن رزمی و رزمی در زندگی اداری و اجتماعی اهل رزم است و در زندگی خصوصی و در صمیم دل خود مرد بزم و تغذر این یکی از جلسات که مدنی ادبی ما بود این خونم برای که جلسه خود رو امیدوار بشم تنمیم یکی جلسه دیگه هم بود منظر آقای هوشنگ اتحاد این جلسه دیگه آقای جنگیه ما دیگه آقای بعدشه دیروز از سلام باید اخمالیت بخونم البته این کمی تغییر وضع مشکل دیروز از منزل هوشنگ بودم هوشنگ اتحاد سیاوش و توران و کوشاوردی هم بودند کمکی از این دراندر حرف زدیم و سیاوش طبق معمول چند تا لطیفه گفت بعد از چند دقیقه این لطیفه ها ته کشید سیاوش به کوشاوردی گفت چه تازه نگفته ای؟ و پس از چند دقیقه این گفته بود که میتوان دانست معمولا چگونه است سرانجام کوشاوردی شعری خواند به نام پرنده فلسی خود شعر زیبا بود پرنده فلسی علم و کتل دسته های تعزیه که در کنار کاخدان دهکده افتاده در آرزوی آن است که روز جسم فلسی خود را بشکافد و پرواز کند او در پرواز پرندگان آزاد زندگی می کند و در آرزوی خود شریک زندگی آنهاست تا روزی که زندگی تازهی بیابد شکل و مضمون زیبا بود و با اون چه که من نوشتم بسیار تفاوت داشت بهتر نوشته بود خیلی شعر قشنگتری بود همه لذت بردیم و بهبه و چهچه کردیم بعد شعر دیگری خواند هوشنگ گفت کار وزنش خراب است شاعر گفت پسودش کنم یک مرتبه جازه گفت من آدم گوش به حرف سایر و سیاوش نداره من گرم این بود که وسواس بیش از حد دست و زبان نویسنده و سراینده را میبنده کوشاوردی گفت شیر شد کوشاوردی گفتش از سر زیاد آقای اعتمادزاده گفتن زیاد به فکر وزن نباش
و فعلاً هر چه می‌بینید بعد درست می‌شود. سر به من اینطور می‌گویم آن حرفو اعتماد زده است. تو خودت چه می‌گویی؟ گفت من مقیدم که حتماً شعر موزون و خوش‌آهنگ باشه. صحبت به شعر اول برگشت. توران گفت بسیار شعر خوبی بود. گفتم من نظری دارم که میترسم بگویم. گفتم حالا این دفعه مرد خاطر ما نترس و بگو. گفتم مضمون شعر را اصلا نمیپسندم. همانطور که پوشاوردی گفت شعر بی وزن و قافیه مد شده و من نمیخواهد بدون ضرورت پرو به مد باشد. من میگویم مضمون آن شعر قبلی هم مدت هاست که مد شده است و من به عنوان یک خواننده و یا شنونده شعر معاصر فارسی از این مد به تنگ آمدم و بیزارم. توضیح دادم که مدت هاست که شعر معاصر فارسی چسنده می کند. حالت آدمی را دارد که از زندان خود بیرون را تماشا می کند و فقط از شادی و سلامت دیگران خوش است. در آرزوی روزی است که به آنها بپیوندد ولی تا اون روز در زندگی آنها زندگی میکنم. زندانی بیماری است که پاکدلانه حسرت میخورد و به آرزوهای خوب بشر دوستانه دلخوش است. این جوهر شعر شاعران مترقی این دوره است. البته حالا نه این مال ۱۳۴۰ است، مال تاریخ. شبیه سایه همین است. دیواری است که در خانه همسایه من خانده خوب است. احمد شنبو سمندر شده بود و در آتش حسرت نشسته بود. مرغانین امام از همین دست است و سیاوش هم فراوان از این شعرها دارد. پیوند ناگلپور هم همین است. همه اعتراض کردند. چکیده سخنانشون این بود که شعر نمیتواند برکنار از محیط اجتماعی خود باشد و محیط ما چنان است که جز این محصولی ندارد. اگر شاعر پارا از این فراتر بگذارد و چیز دیگری بخواهد بگوید دور گفته است، چون اجتماع امیدی بیش از این نمیدهد. شعر که نمیتواند بدون آرزوی باشد و در این اجتماع شاعر آرزوی زیباتر از این نمیتواند داشته باشد که در دل با دیگران همراز و از شادی آنم شاد باشد. گفتم اینها بهانه تنبلی و فرار است. مگر شاعرانی که در دوره‌های بسیار تاریک‌تر از این بودند چه می‌کردند؟ سایر شاعران امروز نمی‌توانند صدایش را به گوش دیگران برسانند و هیچ وقتی بسیاری امروز نبود. اگر در قدیم شاعرها آزادی نداشت، باز هم دستگاهی به نظم و کمال سیستم پلیسی امروز نبود که با هزار چشم هر کسی را بپاید. گفتم بهانه است. گرچه امروز اجتماع خوب نداریم ولی بی‌تردید در گذشته بسیار بدتر از اینها بود. مولانا را میخواستند بکشند، فرار کرد و ناصر خسرو را اگر دیگه میآوردند تکه پاره میکردند. گفت در عوض آنها روزی 8-9 ساعت برای شرکت سیمان یا بانک ساختمانی جان کلی نمیکندند. خود سایه در شرکت سیمان کار میکرد، سیاوش کسروی در بانک ساختمانی اشارش مونه. گفتم بله، ولی پشت دخل دکان عطاری مینشستند، اما نصارها پشکل مچهوان میخوردند و زیر به سر تجربه میچسباندند. اشارم به عطار بود البته که شعرش هم همین بود. اشکال کار این است که حرفی برای گفتن نداریم. اگر شاعر حرفی گفتنی داشته باشم مگر میتوانید که نگوید؟ محال است. گفت من الان یک شعر به دست تو میدهم اگر راست میگویی به ده نفر برسان. گفتم چرا من برسانم؟ اساسا مگر تنها موضوع شاعران جهان انتقال از دستگاه سیاسی مملکت است؟ باید راه حرف زدن را یاد گرفت. حتی در همین اجتماع هم میشود خیلی حرفها را زد. نمیشود شعری مثل زمین یا بهار غمانگیز را امروز منتشر کرد. هر دو شعرهای سایه بود که منتشر هم شده و شعرهای خوبی هم هست. خیلی هم خوب می شود. وان یه جرفتم که شعری گفته و نتوانست رو منتشر کنی. نکن بگذار ده سال دیگر، بیس سال دیگر. سایه گفته بپوسد و من جواب بدم اگر اصیل باشد نمی پوسد و نمی میرد. همونطور که مال شاعران هزار سال پیش مال فردوسی یا روبکی نماند. مثل بیشتر وقتا من از کلا در دسته بودم.
تمام وجودم خشم و عصیان بود. اون رو به دعوه از خونه سید احمدیم گفتم من دیگر خسته شدم، از بس آرزو کردم که مثل دیگران آزاد بشوم، از بس شنیدم که در شبیه دیگران زندگی کنم و از خوشبختی آنها خوشبخت باشم. نه، دیگر میخواهم خودم باشم، دیگر میخواهم در همین اجتماع و ملیت که به هیچ حال نمیتوانم از آن جدا شوم زندگیم سرشار باشم. میخواهم در این مدرب سعادت را احساس کنم. تا که پرنده فرزی کنار کارتن دیگرده و در آرزوی پرواز باشم، تا که در شادی مرغان تیز پرواز دیگر زندگی کنم. یه مرغان این کار را کرده دیگر بس است. مگر مولانا که شعرش سراسر رستگی و شادی و بیخیشی است، منظور هم دیوان شمسی بیشتر در بهشت مربوط به سر می گفت، شعرش فلسفه داشت. البته ما امروز هم فلسفه را نمی‌پذیریم، ولی باید انگیزه دیگری برای شعری و زیستن داشت. آن را نداریم و شعر ما خالی و خاموش است. شعر نیست اصلا میدن این چیز. ما در برابر ابتدار زندگی روزانه نام و گوشت و کفش و لباس و ظروف تسلیم شدیم، در برابر خودمان تسلیم شدیم، همه چیز را عملا پذیرفتیم و در دلمان هیچ بغایی نیست. سعید گفت یعنی پشت میز شرکت سیمان بنشینیم و غوغا کنیم. گفتم البته همش خودمان را تبرئه میکنیم و راهی را سطح بگون به خودمان دلیل میتراشیم. تا حرفی میشود آنان تأثیر اجتماع و تأثیر متقابل پدیده ها و از این ترهات را به خودمان میکشند. البته اجتماع تأثیر دارد و اثرش همین خفقانیست که میبینیم و آه و ناله های شاعرانه‌ای که میشنویم، ولی میشود در برابر این تأثیر شروعش کرد و نپذیرفتش. دیگر امروز که تاریکترین روزگار جهان نیست، همه چیزی که میدانیم نوعی مارکسیسم مسخ شده است که دهان به دهان به ما رسیده و حتی یک بار به خودمان زحمت ندادیم که یکی از نوشته‌های آن بابا را مستقیما بخوانیم و تازه همین فلسفه مسخ شده بی سر و ته را فقط برای توجیه خودمان به کار میبریم. تو گیانه شعر باید سلاح اجتماعی باشد و این سلاح هم تا وجود آمد باید مثل شمشیر بیفتد به جان دیگران، و چون شمشیر و شمشیرزن هر دو را خورد میکنن پس نمیتوان در از لب برداشت. طبق معمول سیاوش در چنین مواردی خاموش بود و خاموش ماند. هیچ نمیگفت. سعید قرید که تو مسخره میکنی، ولی در نظر من اگر شعر سلاح اجتماعی نباشد هیچ نیست. گفتم معرفی نیست، ولی تا این سلاح را بسرد و بزرد باشد تا 20-30 سال دیگر کارش را بکنه. از این بدتر که نمیشود. مثل مایاکوفسکی دیگر شعری سلاح تر از شعر او که نیست. به تنها گفت از مایاکوفسکی چه دیوانی تازه منتشر شده؟ گفتم هیچ دیوانی، ولی نمایشنامه او را پس از 20-30 سال تازه نشان میدن. خلاص اگر نمایشنامه او هنوز هم ارزش دیدن دارد، برای شرایط اجتماعی خاصی است که به آن ارزش داده است. گفتم البته، ولی اگر شعر کلیت داشته باشد همیشه خونده نیست. گفتگو اینطور تمام شد که گفتم باطن فقیری داریم و برای توجیه خودمان هر تقصیری حواله اجتماع می شود. نه از عهده خودمان برمی آریم و نه از عهده اجتماع. از زیر پای خودمان وحشت داریم و در نتیجه چشم به افق دوختیم تا آفتاب حقیقت از پس ارهای تیره سر بکشد. اگر هم لب باز کنیم برای حسرت خوردن است، یا به قول آقای احمد چسناله گداها، وگرنه این دستگاه دولتی قهارتر از خدای ایوب نیست.